امانوئل کانت فیلسوف بارز نهضت روشنگری اروپا حدود دویست سال پس از مرگش در ایران به نحوی روزافزون کشف می شود. چرا؟ کانت چه می گوید؟ سلام یکی از همعصران امانوئل کانت فیلسوف صده 18 آلمانی او را نابودگر آرای رایج نامید اما کانت در این آنکه با جدیت به تخریب پرداخت با دقت به ساخت یک نظام فلسفی محکم هم دست یازید همین او را بیش از دوی سال پس از مرگش به یکی از مراجع مهم فلسفه معاصر تبدیل کرده است کانت در اواخر دوران روشنگری که صده های 17 و 18 اروپا را در بر میگیرد ظاهر شد ولی برخلاف بسیاری از چهره های دوران روشنگری که حالا فقط در کتاب های تاریخ یافت می شوند. هنوز محل بحث های داغ در حوزه چون فلسفه شناخت و فلسفه سیاسی و اخلاق است افسون بر این کانت با نوشته هایی چون روشنگری چیست هنوز هم به کنشگران سیاسی و اجتماعی از جمله در ایران الهام می دهد. در پرگار این هفته ابتدا خواهیم پرسید امانوئل کانت چه میگوید و بعد از اون در مورد خانش های متفاوت از فلسفه ای او در ایران صحبت خواهیم کرد رضا مصیبی پژوهشگر فلسفه کانت در دانشگاه بخوم آلمان میگوید به رغم دشواری فلسفه کانت میتوان دریافت که رسالت فکری او چه بوده رومن زایدل پژوهشگر فلسفه و مطالعات اسلامی در دانشگاه آزاد برلین میگوید فهم اینکه چرا کانت برای ایرانی ها هم جذاب است چندان دشوار نیست. خیلی خوش آمدید. آقای مصیبی، ابتدا ما بگید کانت چی میگه؟ من میتونم خیلی اه 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 جوانه به فلسفه کانت رو بررسی بکنم شاید هم بد نیست از ابتدا بگم که من تا اونجایی که میشه از فن های کانتی سعی میکنم بپرهیزم که... عالی قابل چیز باشه، فهم باشه من گمان میکنم که اگر شخصی سالها نه فقط یه اثر کانت بلکه مجموعه مختلفی از نوشته های کانت رو در نظر بگیره یه فاصله ازشون بگیره و دوباره برگرده بهشون یه نگاه بندازه. یه چیزی کاملا مشهوده که بیش از همه مفاهیم و جوانه به دیگه کانت را به لحاظ فلسفی برمیانگیخته و اون اینه که ما بیش از اونی هستیم که فرو کاهیده بشیم به سلسله علل طبیعی وقتی کانت میگه ما اینو باید در نظر بگیریم که به معنای شیفتگی در نوع انسانی نیست اون او، کسی رو که کانت داره مخاطب قرار میده یه موجود بسیار انتظائیه یعنی موجودی است که از یک سو زی عقله حالا من امیدوارم فرصت باشه که به این برگردیم که به چه معناست از سوی دیگه موجودی است متناهی و حسمند و شرط سوم اینه که این دو سویه حسمندی و زی عقل بودن با هم احیانا دوچار ناسازگاری میشن موجوداتی از این دست برای کانت مهمند و قابل فروکاهی به سلسله علل طبیعی مکانیکی نخواهند بود این در واقع هم منو با همون چیزی که کانت در فلسفه اخلاق همیشه ادعاشو کرده یا اگر من بخوام در یک کلام بگم کانت گمان میکرد که رسالت تاریخیش در همون جوری که شما فرمودید در حدود فاز آخر دوره روشنگری نجات بخشی مفهوم آزادی است اینو واقعا به کرات گفته مثلا فرض بفرمایید در دومین اثر مهمش البته همه آثارش مهمه برای نقد عقل عملی که به سال 1788 که ما به عنوان نقد دوم هم میشناسیم در چند فقره میگه که من برای اینکه بتونم آزادی رو نجات بدم مجبور بودم به فرض اشیاء فی نفسه مجبور بودم به برساختن فلسفه استعلایی که فلسفه خاص کانت باز احتمالا فرصت پیش براد ما این بله. بدیم این چیزی که من در چند جمله میتونم بگم یا فقط با یه واژه شاید بتونم بگم که خدایی من گمان میکنم این بر رأس اتونومی یا خود مختاری خب دو تا نکته ابتدا من بپرسم که وقتی صحبت از آزادی میشه نزد کانت منظور ارادی آزاد انسان دیگه یعنی بیشتر این رو مد نظر داره یعنی اون دیدگاه های مکانیکی و به گفته شما طبیعی که در واقع می گفتن انسان قابل شناخته و میشه اگر شما بر اساس علوم طبیعی نگاه بکنید به رفتارهاش تشخیص بدید که چرا این یا اون کار رو میکنه در واکنش به این دیدگاه اسلام مکانیستی که حاصل کارهای دکارت و فیلسوفان اینچنین بود این اومد ارادی اراده آزاد انسان رو از این دیدگاه میکنیستی بیرون بکشه، درسته؟ بله و نه، بخش عمدهش درسته به خاطر اینکه من همونجوری که از ابتدام گفتم مسئله کان مسئله انسانشناسانه نیست کانت اصرار داره که اخلاق از انسانشناسی استنتاج نمیکنه ببینید مثلا در رساله اه اه انسانشناسی از منظر پرگماتیک یا از منظر عملی ضمناً یکی از آخرین هایی که زیر نظر خود کانت اومده بیرون یه پانوشتی هست که اونجا کانت حتی چیز میکنه تصور میکنه که یه سیاره دیگه باشه موجوداتی باشن با یه ساختار وجودی شبیه انسان‌ها یعنی متناهی و حسمند باشن زی عقل باشن و این دو شون با همدیگه در تقابل باشه برای اونها هم امر مطلق کانتی و آزادی اراده صادقه مسئلهش فراتر از این داستانه. ضمنی که نظریه آزادی کانت، نظریه نظریه بسیار پیچیده و اون سفری که کانت آغاز می‌کنه در نقد اول تا اونجایی که به پایانش می‌رسونه در دهه 90 قرن 18 هم، سفر طولانی و چند مرحله کانت آزادی رو از یه مرتبه جهان‌شناختی آغاز می‌کنه. بعد میاد به یه مرحله‌ای که آزادی رو در مورد موجودات انتظاعی از همون جوری که من توضیح دادم بررسیشو میکنه تازه از دهه 1790 که کانت اناسور انسان رو میاره وارد بازی میکنه و میگه خب انسان یکی از موارد این موجود انتظاعی است و اونو به کار میبره در, در مورد انسان ها که به لحاظ جنبه معماری سیستم کانت ما اصطلاح های خاصی داریم که این دست از نوشته ها چه اسم بهش ما میگیم نوشته های آموزه ای در تفاوت با نوشته های متافیزیکی و سگانه نقد های کانتی و به دلیل این رسالتش در به گفته شما نجات آزادی هست که فیلسوف بارز روشنگریه این یه جنبه است ام. کانت باز بیش از اینه ببینید مثلا یکی از نکته های ظریف تاریخ اینه که کانت با اینکه یکی از چهره های متأخر و روشنگریه اما نامش با روشنگری به شدت گره خورده و این بیشتر وابسته به اون مقاله کوتاه ماهنامه برلینی بود که از کانت دعوت کرد که اونا میخوان یک ویژنامه راجع به روشنگری بنویسن به خاطر اینکه گمان میکردن که موقعیت تاریخی طوریه که در میتونن راجبش ازش فاصله بگیرن و به شکل بازندیشان توضیحش بدن به سال 1794 کانت یه مقاله کوتاه واسه اینا نوشت و اونا ماهنامه رو با این مقاله شروع کردن اگر فرصت داشته باشیم میتونم من کوتاه بگم مقاله ای که تحت عنوان روشنگری روشنگ به فارسی ترجمه شده و برای ایه... کسانی که علاقه من دستن در وبسایت های مختلف هست بله آیه زایدل میتونیم بفهمیم که کانت چطوری به ایران اومد؟ بله که البته اجازه بدید قبل از اینکه بله. در این مورد این مقدار سخن بگویم به حرف های آقای مصیبی یکی دو تا نقطه هم اضافه بکنم بله. چرا که در این مناسبت دریافت فلسفه کانت در فرصفه ایران هم اهمیتی زیادی هم داره بله. ام، الان بیشتر در مورد مسئله آزادی و فلسفه عملی کند صحبت کردیم ام در وجود این که البته که شناخته هست نقد اول کند تمرکز میکنه بر ام، شناخت شناسی بیشتر بله. ام، و کاری که کانت اینجا میکنه معروف شده به انقلاب کوپرنیک در معرفت شناسی حالا باید بفهمیم منظور از اون انقلاب کوپرنیک چی میتونه باشه <تصفح> میشه گفت که کانت و این هم شناخته شده که کانت شناخت شناسی مقدم بر هستی شناسی میبیند ولی بیشتر از این هست در واقع داستان کانت میگوید که در واقع هستی شناسی متعلق شناخت شناسی هست متعلق اینجا که میگید یعنی زیر مجموعه شناخت شناسی است زیر مجموعه اصلا در واقع در هم بافته هستند هر دو جناه فلسفی منظورش چیه کانت میگوید درسته ما یه چیزی مثل یک جهان خارجی داریم اشیای خارج از ذهنمون وجود دارند که ایشون اسم میگذارد اشیا یا شی به نفسه این, این واژه شناخته شده است شی فی نفسه منتها چیزهایی که ما میتونیم به عنوان اوبژه اوبژکت یا موضوع شناخت. موضوع شناخت یا متعلق شناخت بش بشناسی چیزی است که مرکب شده از شیفی نفسه که مستقل از ذهنمون هست و دریافت انسانی از آن این میشه در واقع انقلاب کوپرنیکی انقلاب گید. کوپرنیکی و در واقع عینیت یعنی عینیت چیزی نیست که خارج از ذهن اتفاق بیافته بلکه ما یه تعاملی اینجا میبینیم. به این دلیل که کانت رو فلسفه فیلسوف بارز ایدالیسم آلمانی مینامن یعنی میگه این عینیتی که تصور میشد بیرون از ما هست شاید حاصل شناخت ما و اون اشیاء نفس هست این نقطه خیلی مهمه چون در خیلی جاها نه فقط در ایران و همه جا که در به کانت بحث میشه یک ایجاد سوی تفاهم اینجا در کارست. کار است چون مخصوصا هم تو ایران هم میبینیم خیلی ها پیدا میشن که کانت رو به عنوان یک ایدیالیسم، ایدیالیست محسن بفهمن در وجود این که اینطور نیست ایشون از یک ایدیالیسم اصطلاعی صحبت میکنه. صحبت میکنه. که واقعا باید فرق بگذاریم بین اون این انقلاب کوپرنیکی واکنشی بود به فلسفه هایی که بین موضوع شناخت یعنی اوبژه به گفته آقای زایدل و عامل شناخت یعنی سوژه یک تمایز جدی قائل شده بودند و گفته بودند که عامل شناخت که انسانه میتونه اوبژه یا موضوع شناخت رو که بیرون از خودش هست به راحتی بشناسه اگر به شیوه های علمی عمل کنه کانت اومد این رو به هم ریخت اینه که در واقع میشه گفت انقلاب کوپرنیکی از نظر خیلی انجام داده کانت تا حدی کانت, فا... کانت هم فاصله رو از بین نمیبره ببینید انقلاب کوپرنیکی این مثال خود کانت تو یکی دو فقره در مقدمه تبع دوم نقد اول آورده که تبع اول 1781 میاد بیرون تبع دوم 1787 تشابه خوبیه ولی ما رو از خیلی جنبه‌های های دیگه فلسفه کانت هم بیخبر میکنه شما باید اینجوری فرض بکنید که نقد اول در یه فضای اختلاف بین سه نقد اول نقد, قبل محض گفتن سنجش خرد نه حالا من به ترجمه الان کاری ندارم بلد. بین سه موزه دعوای سه موزه شکل گرفته عقل گرایان یا راشنالیزم تجربه گراه که زمنان تا که ما در زبان آلمانی کانت اولین کسی که واژه امپیریسموس یا امپیریسم رو استفاده کرده زیر اون بیشتر لاکو میفهمه عقل گرایان شما سنت طولانی از دکارت صحبت میکنه از ولف صحبت میکنه از لایبنیت صحبت میکنه و شکاکیت که اونجا به خصوص هیون رو در نظر داره دهلی. در این مثلث این وسط نقد اول به خودش هویت میده و میگه من با این این کارو میکنم با اون این کارو میکنم عناصری از برخی میگیره از برخی رو رد میکنه و شکل میگیره ایده ولی همینه حالا ما من دعوا ندارم سر اینکه آیا کوپرنیکوس اینو اول فهمید یا کپلر ولی دعوا سر این بود که آیا همه دنیا داره دور زمین میگرده یا زمین داره دور, دور خورشید یا یه ستاره میگرده و کانت مسئله اینه که بهتر نیست که به جای اینکه ما فکر بکنیم که مثلا به عکس یه مثال من فقط میزنم عقل گرایان که عقل خود کفاس و بدون اینکه اشیاء اونجا باشن انگار همه چی برای عقل و عقل میتونه به تنهایی خودش از آگاهی شناخ و شناخت کسب بکنه بهترین نیست که ما این 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 مناسبات رو مقدار تغییر بدیم و یه بحث پیچیده میرسه که در نهایت میگه که هر دو بخش یعنی اشیاء ادراک من و عامل شناسا یک مساهمت فعالانه دارن تا حدی اینکه این, این اشیا بشه چه شکلی مساهمت فعالان دارن بح بحث جدیه در کانت تعامل جدی بین این بحث تعامل کانت اینو میاره زل یکی از مقولاتش زمینه که ما نباید یادمون بره کانت فقط راجع به جهان خارج حرف نمیزنه ببینید عقل محض خودش یه دونه دینگ ان سیخ سلبس یه نفس است یعنی میتونه درونی باشه یا برونی باشه فقط مشکل کان مشکل جهان خارج نیست بسیار عالی به عقل در کانت باز هم صحبت خواهیم کرد برای اینکه به خصوص طب داره به خانش کانت در ایران میخوام حالا برگردیم به بحث ابتدایی که از شما پرسیدم کانت بله. چه چجوری در ایران شناخته میشه؟ بله اول باید بگیم که اتفاقا پیدایش دریافت فلسفه کانت در واقع یک فنومن نسبتاً جدیدی هستش یه پیشینه البته داشت ما میدونیم که در زمان قاجاریه ما روشن فکران ایرانی داشتیم که درگیر فلسفه روشنگری بودند و مثلا جان ستورت میل خوندن و و از, از این امثال منتها در این زمان هنوز کنت مطرح نبود اولین بار که میتونیم بگیم که کانت حوزه فلسفی ایران دیده شده شاید میشه گفت توی ام ام کتاب محمد علی فروغی هستش سیر حکمت در اروپا, حکمت در اروپا درسته, درسته که هنوزم شناخته هست و خیلی به اصطلاح گذار بود کی بار اول درگیر شد با کانت بلد. یعنی کانت رو خوند و سعی کرد مثلا خانشی در مهم. زمینه ای فلسفه ایرانی یا فلسفه اسلامی ایرانی بده اولی، خب چی ارز کنم ولی فکر میکنم کسان ها... کسانی که حتما اینجا باید بهشون اشاره کرد متحری و تباتبایی هستند علامه تباتبایی و, و مرتضای متحری بله. که کتاب اصول فلسفه و روش ریالیسم نوشته اند آنها توی این کتاب خیلی چیزا کردند و اتفاقا هم فلسفه غرب و سیر فلسفه غرب رو تحت نخت کشیدند و با کانت هم همین کاری کردند و اتفاقا این برخوردی بر فلسفه کانت یه برخوردی خیلی مهمی هستش کاری که میکنند از یک سو کانت رو و دیگران نقد میکنن و از سوی دیگه میخوام نشان بدن که به این دلیل اسم گذاشتن روش ریالیسم ما در فلسفه اسلامی یک فلسفه ای داریم و فلاسفه ای داریم که بتوانند مسائل معرفت شناسی مخصوصا حل بکنند که آنها نتونستند که کانت نتونست مثلا کانت هم نتونست حل بکنه که مخصوصا مناسد راه هستش که بهش اشاره میکنه بله, بله. بله یکی از بحثایی که در میان این فیلسوف هایی که آقای زایدل ازش صحبت کرد طرح میشه بحث برهان وجود خداست یا اثبات وجود خدا مم. کانت یک شیوه خاصی داره در این قضیه مم. میخوام شما بگید که کانت رابطه به خدا چی میگه و اصولا آیا اصلا سعی میکنه اثبات وجود خدا بکنه یا نه کار دیگه است که میکنه کانت نه این کارو میکنه نه. میاد یه راهی رو میره که شما تا اونجایی که ما میدونیم پیش از کانت نمیبینی که نه. کسی از این طریق تلاش کرده باشه که ایده خداوند رو ثابت کنه نه وجود خداوند مستقیم خیلی بلی مهمه بلی. کانت 1788 گمانش بر این بوده که تکلیفش در حوزه فلسفه اخلاق انجام داده خب یعنی واقعیت عینی قانون اخلاقی مهرس شده ما واجد عقل, عقل عملی محض هستیم که حالا احتمالا بر میگردیم بهش بعد در یه فقره آغازین توی دیالکتیک عقل نقد عقل عملی میگه که اگر این رو بپذیریم سه تا اصول موضوع اینجا مطرح هم. میشه آلمانیش اگه بخوام ترجمه کنم شاید واسه افواه فارسی زیاد بهم. چیز نباشه ولی میگه که که به شکل جدای ناپذیر وصلن به اندیشه به اصل اخلاقی این اصل موضوع اول نامیرای نفسه اصل دوم آزادی که صحبتش کردیم اصل سوم وجود ایده خداست بعد میگه این ایده وسطی اصل موضوع وسطی آزادی هدایتگر اون دوتای دیگه است ام. اگر من اخلاق رو بپذیرم اگر بپذیرم که ما واجد آزادی مطلق هستیم به معنای کانتیش باید اون دوتا ایده دیگر رو بپذیرم چرا باید؟ کانت میگه که اگر اخلاق با من یه چیزی تکلیف میکنه پس من باید بتونم انجامش بدم یه قاعده قدیمیه شرط اینکه من بتونم انجامش بدم دو چیزه اینکه که نفس من نامیرا باشه البته زیلین کانت یه پردی بهشت و جهنم و اینا تصور نمیکنه و اینکه یک موجود اتم و اکملی وجود داشته باشه با یه سری کارکردهای خاصی که کانت تعریفشون میکنه که میگه این همونی که ما بهش میگیم خدا, خدا ایده خدا ایده خدا فرق این با پروژه اثبات وجود خدا چی و چرا این در میان اونهایی که کانت رو در زبان فارسی مورد مطالعه قرار دادن از جمله علامه توا طبع از جمله متحری یه مقدار به نظر میاد خیلی واضح نیست چرا؟ ببینید موضوع اثبات خدا در متافیزیک اسلامی یک موضوع خیلی مهم هستش و مخصوصا کمتر تبا طبع و متحری بلکه هایری ازدی مهدی هایری یزدی فرزند عبدالکریم هایری که حوزه علمی قوم رو تحصیل کرد درست همینه ایشون شاید میشه گفت اولین متعله شیعه بوده که واقعا دسترس دسترسی به متون اصلی کانت داشت و مطالعه کرد ایشون سخت به ببتون... نقد گرفته از کانت در این مناسبه نقد کرده کانت رو نقد کرده کانت, کانت به خاطر اینکه خود کانت اثبات وجود یا امکان اثبات وجود خدا در فلسفه نظری رو رد کرده وقتی می در فلسفه نظری رد کرده به دیگه داره میگه که ما به شیوه اقلانی رایج نمیتونیم به وجود خدا برسیم. بله، کانت همینه میگه. به گفتی آقای مصیبی از راه فلسفی عملی وارد میشه. درسته، درسته. و وجود این که تو متافیزیکه اسلامی چنین نیست. یعنی ما براهین مختلفی هم داریم. ابن سینا مثلا داره مراصده را هم داره و حتی در خود ایران ما یک سوژه یه جانغ خاصی داریم به نام اثبات وجود خدا تفاوت برهان وجود خدا یا تلاش برای اثبات وجود خدا که در متافیزیک اسلامی هست با ضرورت فرض ایده خدا شاید دقیق نباشه ولی این درک منه از کاری که کانت میکنه ضرورت فرض وجود خدا یا ضرورت فرض ایده خدا تفاوت این دوتا چیه؟ خب تفاوت اصلی اینجا وجود داره اثبات وجود خدا که س... که می‌خوایم از طرف عقل و عقل نظری اثبات بکنیم منظور این است که ما میتونیم اثبات بکنیم که خدا وجود داره خدا وجود داره خارج از ذهن خب کاری که کان میکنه اون نمیگه که حتما وجود داره یا وجود نداره ولی ما باید این ایده باید این ایده داشته باشیم تا بتون... بتوانیم آدم های اخلاقی باشیم, اخلاقی باشیم. میشه گفت دید. به این ترتیب خدا یک میشه گفت پاری است یک تکه است در فلسفه عملی کانت و فکر میکنه اگر فلسفه عملیش قرار کامل باشه باید خدا رو در این سازه قرار بده چنین درکی درسته؟ به نظر در دیالکتیک نقد عملی نقد دوم اینجوری میاد زمنا من اینم بهتون بگم که بین کانشناسا دیالکتیک نقد عملی یکی از معدود بخشای آثار کانت که واقعا اعصاب کانت ها رو خراب میکنه بره. چون خیلی شکایت هم میکنن که خیلی از استدلالا درست کار نمیکنه من به اون کاری ندارم بله و نه یه مقدار پیشیده است مهم بره. اینه که ما تقبل ایده خداوند رو شرط ضرور اخلاقیت نکنید برای کانت به گمان من به لحاظ سیستماتیک متصوره و ممکنه که شما آدم اخلاقی باشی و خدا ناباور باشید اما بذارید من یه سوالی شما از غمان کردید من شاید بتونم ملموس کنم واسه بیننده ها بله. ببینید وقتی کانت از مستقیما از وجود خداوند صحبت نمی‌کنه بلکه از ایده خداوند نقد نزد عقل عملی صحبت میکنه تبعاتش اینه که مثلا فرض کنید در رساله مربوط به دین مال 1793 کانت میگه دعا معنا نداره شما نمیتونید دعا کنید داره. کانت استدلال میاره که سوگندیات کردن در دادگاه چیز کاملا حجو اصلا معنا نمیده کاریش نمیده بی بی کانت نظریه های تکلیفی که پیش از اون بهش پرداخته شده بوده مثلا فرض کن افرادی مثل پوفندورف یا تومازیوس فکر میکنن ما تکالیفی داریم در برابر خداوند میگه این اصلا معنا نمیده اینا تکالیفی که نسبت به خودمون داریم اینا تبعاتیه که خب از این ایده فلسفی میاد یعنی آره. یعنی یه تصور بسیار خاصی از خداونده اما من یه مقدار حساسم به اینکه این رو ما به لحاظ وجهی آنقدر مهمش نکنیم که فلسفه اخلاق کان در باشه این شاید آخرین عبارت در این زمینه باشه که هم بهتون بگم در ده رساله ده. جدال دانشکده ها ببینید یه نقل قول معروفی هست در قرون باستان مال پتروس دامیانیه که میگه که فلسفه خدمتگزار الهیات در رساله جدال دانشکده ها کانت اول نشون میده که ناراحت از این نقل قول بعد میگه اگرم قرار باشه من این نقل قول رو پذیرم باید این گونه باشه که فلسفه به عنوان خدمتگزار از پیش الهیات با مشعل را بره و راه رو بهش نشون میده نه اینکه دامنش از پسش بگیره و پشتش را بره این تصوری که کانت از نسبت دین و فلسفه اخلاق که خیلی مشهوره این آیه تزایدل. کانت بعد از مهدی حائری یزدی که درگیری جدی داره با کانت در حوزه متافیزیک به بحث گذاشته میشه در ایران هم از سوی سنتی ها اگر من دو تا از این اسامی ببرم خیلی از مخاطبای برنامه تعجب خواهند کرد علی لاریجانی رئیس مجلس ایران کانت درس میده کانشناس غلام علی حداد حد عادل او هم کانتشناس کانت ترجمه میکنه اینها سنتی هستن که درگیریشون با فلسفه محض کانته ولی از طرف دیگه ما میبینیم که فلسفه عملی کانت به گروه دیگه‌ای در ایران الهام میده وقتی شما مثلا کتاب آقای نقیب زاده غلام زاده اگر اشتباه نکنم از بله اساتید مطرح ایرانی در کانترناسی رو میخونید که تحت عنوان اگر اشتباه نکنم مرگ دوگماتیس بیداری, از... بیداری, از... بیداری, بیداری از بیداری از خواب بله هست طور دیگه ای کانت رو میفهمید این دوپارگی ناشی از چه هست؟ این اتفاقا یک پدیده خیلی جالبی هستش در به کانت در ایران اول باید بگوییم که جالب شد که این دو تا اسم بردید از اونجایی که گفتم تباتبایی و متحری اونها یک جریان مهمی را انداختند در ایران نه فقط در مناسبت کانت شناسی ولی مخصوصا اون دوتا شاگرد متحری هم بودند منظورتون لاریجانی لاری و حداد عادل, و, حداد عادل. بلی بلی و به طوری به طوری اون جریان رو ادامه میدند ولی با هم یه مقدار اختلاف دارن و کسی دیگه یه نام دیگه هم شاید میشه در این مناسبت نام برد که آقای دکتر قفاری هستش اونا اول میمونند در حوزه فلسفه نظری خب حالا چند راه از اونجا پیدا میشه یکی مثل مثل آقای مثلا غفاری درست همین را ادامه میده و سعی میکنه به طور شدید نشان بده چرا کانت اشتباه میکنه در بله. فلسفه معرفت شناسی لاری جانی مثلا کاری دیگری انجام میکنه اون هم میمونه در حوزه فلسفه نظری و اصلا دست نمیزنه به فلسفه عملی ولی میره به جزئیات خاص به یک بحث خیلی خاصه و این است ارتباط بین فلسفه نظری و ریاضی مثلا متعجزن. در این, م... این مناسبت کتاب های نوشته که به نظرم خیلی قابل استفاده هست و یک من این است که این, این, این م... کمپ این کمپ فکری این گروه فکری روی فلسفه محض کانت میمونه بل. من در مورد اون بخشی که به فلسفه عملی رو میکنه خواهم پرسید ولی ابتدا میخوام پیش از اون از آقای مصحبی بپرسم که برداشت من به عنوان بل. کسی که کانت رو نه به عنوان متخصص بلکه به عنوان یک علاقه‌مند خونده و اونم نه آثاری که خود کانت نوشته تک برد. پاره هایی از ترجمه هاش به انگلیسی برد. این است که بین فلسفه محض و بین فلسفه عملیش یک در هم بافتگی هست به این معنا که وقتی کانت میاد دیدگاه های مکانیستی رو رد میکنه برد. میگه که شیء فی نفسه و شناخت ما از شیء فی نفسه به عنوان عامل شناسایی اینها در هم تنیده است برد. اون وقت این رد نگاه مکانیستی راه رو باز میکنه برای آزادی راه رو باز میکنه درستار. برای فلسفه بند. اگر شما به این ترتیب یکی رو بگیرید فلسفه مزش رو بگیرید بدون این که فلسفه عملیش رو نگاه کنیم سینی که شما نصفه کانترو نصف راه کانترو اومدی و بقیه راه کانترو نرفتی دیگه اشتباه بیش میکنم. و بدتر از این ببینید اولا این که فقط یه چیز کوتاه ما شناخت از شعفی نفسه نداریم شناخت یه چیزی داریم که بعد مجبور میشیم شعفی نفسه رو فرض کنیم پشت اون اینکه م... این قول انگلیسی پشتش... شناخت از ریپرزنتیشن شعفی نفسه دقیقاً. داریم بلد. این که اون وقت اون رابطه شعفی نفسه با اون امر شناخته شده چیز بحث پیچیده ای نسبت فلسفه عملی و نظریه کانت بحث خیلی مهمیه کانت تا حدودی تو قسمت روش نقد عقل محض بهش میپردازه اما بیشتر توی بخش میانی نقد دوم عقل عقل عملی که اون بخش اسمش هست تنویر انتقادی اگه بخوام من سریع ترجمهش بکنم اونجا کانت یه تزیو ازش دفاع میکنه بهش میگه که اولویت به آلمانیش از پریمات اولویت عقل عملی در برابر عقل نظری <applause> اینجا نظری رو اینجا کلمه ای theoretical به کار نمیبره بلکه speculative نظری <applause> به این معنا میگه ببینید کانت این خیلی مهمه در واقع داره همه این کارا رو میکنه واسه یک هدف عملی واسه اخلاق بله. اه و اینو میگه اونجا به روشنی و در نوشته های دیگه هم همینطور بعد از واژه استفاده میکنه میگه که اون هدف یا تمایل عقل عملی اگه ما سلسل مراتب ایجاد بکنیم بین تمام اهداف و تمایلاتی که عقل داره چون کارل کانتینو استفاده میکنه این تمایل عملی عقل عملی در بالاترین مرتبه قرار داره یعنی عقل نظری در نهایت در خدمت این تمایل عملی مال عقل ماست اما عقل نظری و عقل عملی دو چیز نیستن به لحاظ هستی شناسان کانت یعنی به... روشنی تمام میگه اینا فقط دو نوع کاربرد یک مه. مرجع هستن موضوع اینه آقای سایدل که در کمپ دیگه طرفداران کانت یعنی اونهایی که الهام میدن به ایده آزادی در ایران به روشنگری علاقه دارن به نظر میاد باز هم این دو کردن کانت وجود داره یا نه من اشتباه میکنم مثلا کانت بر آقای مشتاید شب سری شما تو کتابتون در مورد کانت در ایران گفتی تاثیرات زیادی گذاشته هرچند ممکنه خود مشتاید شب سری خیلی از اسم کانت استفاده نکنه بل. یا کانت بر بسیاری از اونهایی که ولایت فقیه رو رد میکنن اثر گذاشته برای اینکه میگن ولایت فقیه با اون ایده انسان خود مختار و خودکفایی کانتی منافات داره و آیا اونها هم درکشون از کانت صرفا بر اساس فلسفه عملیش نیست به نظر میرسه و این هم خیلی هم جالبه چون آ... به نظر من یک مشکلی که ما اینجا داریم همون دو شخه کردن مطالعات کانت کانت در ایران هستش آنها واقعا فلسفه نظری میذارم به آنها که همون یا همون راه متحری رو ادامه بدن یا به ب... متخصصان فلسفه نظری مثلا تو دانشگاه ها ولی وقت کسانی که تمرکز میکنن به فلسفه عملی در ایران اینا با اونا زیاد درگیر دیگه نیستن با کسایی که فلسفه بله, بله. بله. همینطوره و این هم به نظرم جای تاسفه چون همین جوری که آقای مسایدوی عرض کردن با هم بافته هست اینجوری نیست که ما یک عقل نظری داریم و یه جای دیگه عقل عملی داریم که زیاد ربطی با هم نداشته شما این مایه تاسفه ولی در مقدمه کتابتون در مورد کانت در ایران گفتید که اتفاقا کاری که با کانت در ایران میشه خیلی خلاقانه است برای اینکه اینها گفتید creative adaptation اف اینها در واقع کانتی رو به شکل خلاق میآفرینند که به کار خودشون بیاد اتفاقا همینطوره من به این دلیل اصلا کنش کاف شدن که کانت در ایران چجوری دریافت میشود و برای یک مخاطب غربی، آلمانی یک کتابی نوشتم در, در این مورد به خاطر اینکه یک جریان خیلی جالبی هستش در واقع خلاقانه و در واقع یک جریان از آن خود کردن فلسفه کاند است، ممکنه که ما در جاهای مختلفی ما اشکال داشته باشیم بر دریافتشون ولی کاری که میکنم مثلا توی اون جریان تطبیقی آن است که ما خواهیم کانت رو بفهمیم و مقایسه بکنیم با فلسفه خودمون خب اینجوری هم ف... با ملاصد و ابن عربی که این اتفاقا یک فرایند خیلی جالب میتونه باشه آقای مصحبی میگه این کار اگر بشه ناشی از خواندن ناکامل و ناکافی کانته من آدم دوگ می اینجا نیستم بگم نه حیفه که آدم کانت رو درست نخونه این حالا هر کاری ازم باش میکنه میتونه انجام بده ولی کیفیت کار بعد خب من مقصودم نیست که همکاران عزیز ایران این کارو نمیکنه اصلا در ما انقدر کانت پژوه درجه یک داریم در ایران هر نوع ترکیبی هم مجاز چرا نه ولی خب به حق مطلب باید اقلا تا حدی ادا بشه این حیفه و همونجوری که من گفت این جدا سازی و اهمال نسبت به فلسفه عملی کانت نه فقط فلسفه عملی شما فرض کن روش شناسی هم شن مورد بررسی در ایران قرار نگرفت یک سوال خیلی مهمه آقای مصیبی میشه در قرن 21 کانتی بود برای اینکه نقد هایی که به کانت میشه نقد بسیار جدی هستند از جمله و خود شما در مطالبتون اشاره کردید به این از جمله اینکه کانت دوچار فرمالیسم اخلاقی هست از جمله اینکه اخلاق کانت چنان اخلاق سختگیرانه ایه که نمیشه واقعا عملیش کرد یا شاید رایش ترین نقد به کانت اینه که چون اخلاق کانت خیلی تو ایران شناخته شده است اخلاقش انزمامی نیست به دیگه شما اکت اخلاقی رو کنش اخلاقی رو در یک زمینه و بستر تاریخمن قرار نمیدید کانت بسیار انتظاعی گوی اون بالا و دست نیافتنیه به این معنای میشه در قرن 21 کانتی بود البته که امکانش هست یعنی شما بستگی داره که چه چیزی رو از کانت میگیرید کجا به کار میبرید و اگر اینجوری شما بخواید نگاه بکنید به نظر من هنوز یکی از غنی مرجع ایده هاست یعنی فقط بحث حوزه عملی نیست در حوزه فلسفه ذهن حوزه فلسفه زبان در بحث روش شناسی به ویژه در حوزه فرافلسفه که اه، اه، کمتر شد تو ایران بهش توجه میشه در حوزه فرااخلاق فلسفه اه، اه، فلسفه بیولوژی یعنی جایی نیست که شما همه اینها صحبت آره، 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 یعنی نیست خصوص بره. بحث بره. فلسفه عملی که گفته بره. شد اینقدر اهمیت داره من میخوام راجع اون صحبت کنم بسیار عالی... نگاه کانت به زنان مثلا عملا داره میگه که زنان صغیر هستند من یه جمله ازش رو به انگلیسی می‌خونم و بعد به فارسی ترجمه می‌کنم میگه I hardly believe that the first sex is capable of principles in place of it providence has put in their breast kind and benevolent sensations در خود داره میگه که به جای عقل در سینه زنان providence حالا ترجمه providence هم مسئله است که <laughs> چی بگذاریم فرض کنیم خدا بگذاریم یه نوع مشیعتی در کار بود از پیش کنجی تعین شده یعنی عملا میگه که زنها نمیتونه میتونن از نگاه کانتی بیاندیشن یا یه جای دیگه میگه که اگر زنها کتاب دستشون بگیرن سعی میکنن این رو نمایش بدن و زن کتاب به دست مثل زنیه که ریش گذاشته اینا دیگه <تصحنت> من این ترجمه رو might as well even have a beard در مورد زنی که کتاب دستش ما, ما الان نشستیم در دهه دوم قرن بیست و و اگر اینجوری به شکل پس نگران رتروسپکتیو بریم سراغ های قرن 17 و 18 هم ام. خب این یه جور بی‌انصافی تاریخی تا حدی ام. که ما یه سری مفاهیمی که حتی در همین اروپا بعد از 1950 و 60 جا افتادن و ما با اینا اینا رو به بش شکل قاچاقی بریم تو نظام مفهومی این فیلسوفا و اونا رو از این منظر بخونیم من اینجوری به شما بگم اگر قراره که این فیلسوفای قرن 17 رو دستگیر بکنید کانت روی لیست ده نفر اول قرار نداره دروست. خب یعنی خیلی پایین مسئله کانت و خانوما حالا من به مسائل زندگی نامه ایش کاری باید. ندارم بله حالا باید. من فقط مسئله جنسی ایش ممکنه مسئله جندر هم باشه ولی بله. مسئله که با اونا داره من فکر کنم در این حد نیست مسئلهش بیشتر مسئله سیاسی بوده و اونجا فرزند زمانه خودش بوده ببینید کان کانت مثلا صحبت های میکنه که یه شر... شروطی میذاره که زیل اون شروط شما میتونید یک شه... شهروند فاعلانه در جامعه تون در یه جمهوری اون شروط مثلا شروط اقتصادی هستند و چون در اون قرن واقعا متدابل نبوده که خانم ها کار مستقل اقتصادی داشته باشن ذیل اون شرط قرار میگیرن و در یه فقری مثلا در رساله قول عام کلمه که در آلمانی حتی به کار مره شبیه کلمه ضعیفه فارسیه میگه ضعیفه ها فا... مثلا شهروند چیز نیستن فاعل نیستن اما در همونجا میگه کسی که آرهشگر موام شهروند فعال نمیتونه باشه به خاطر هیچ کار تولیدی خاصی نداره یعنی کانت یه نظریه تولید کار داره که خیلی پیش و پا افتاده و قدیمی تا حدی از آدم اسمیت قبول کرده باید تا حدی مواظب باشیم که از امروز چه چیزی رو داریم برمیداریم به اونجا میبریم بله, بله اتفاقا یه چ... اگر اجازه است اجازه بله. کاری که میتونیم میتونی بکنیم و اتفاقا کانت شناسان هم همین کاری میکن... میکنن میشه همچنین اظهارهای کانت رو ام... ک... به اصطلاح کانتی هستند چون کانت خودشون نوشته با خود کانت هم نخت کرد نخت داد. کرد منظورم نخت کرد چون این اظهارات در بستر فلسفه نقادی کانت در واقع زیاد جای یعنی وقتی مادرد. شما با روح کلی آثار کانت این رو تطبیق میدی میبینید که قابل نقده و میتونه منظورم فقط همین بود خیلی هم اتفاقا بر اساس این چیزی که شما میگید میگن که نقد کانت با استفاده از تکه پاره هایی از گفته او راجب زنان راجب نمیدونم مجازات اعدام در واقع یک نقد غیر انضمامی است و شما بلد. اگر انضمامی رفتار کنی تاریخمند رفتار کنی بلد. چنین نقدی شاید به جا نباشه آقای زایدل یه بحث خیلی مهم عقل نزد کانته بلد. آقای مصیبی اشاره به این کرد میخوام دوباره ازشون بخوام این رو تکمیل کنن ولی پیش از اینکه اشون این کار رو بکنن میخوام ببینم که آیا محدودیت هایی که کانت بر عقل میگذاره در ایران شناخته شده هست؟ اینجا خیلی مهم هست که دو چیز با هم مخلوط نکنیم جالب اینکه همون محدود, محدود کردن توانایی عقل باعث شده که تو بعضی جناهای ف... فلاسفه و فلسفه و الهیات ایرانی کسانی پیدا میشن که به خاطر همین کانت رو میپسندن چون میگن که خب چون عقل محدود کرده راه گشود برای دین با وجود اینکه خب ایمان. برای ایمان دین هم همینطوره ولی برای, برای ایمان باشه اتفاقا این یک ای سوی تفاهمی هستش کسانی هم هستن که کانت رو حتی به عنوان پیرو یا به عنوان نمونه مدرسه تفکیک میشناسند به چه معنی مدرسه تفکیک؟ مدرسه تفکیک یعنی یک جریان یک مکتب سبک بر... مکتب, مکتب تفکیک یک جریانی بوده که در ایران سعی میکرد فلسفه از دینشناسی شناسی به اصطلاح جدا, جدا بکنه. بله بله. و میگن که خب کانت همین کاری کرده این هم یک سوی تفاهمی هستش البته و خیلی هم جالبه که بعضی سعی میکنن کانت رو از این ور مصادره کنن مصادره کنن ده. بله بله ولی بله اونهایی که کانت رو به عنوان فیلسوفی که پرچم عقل رو افراشته اونها هم در واقع به یک معنا دارن راه خطا میرن نه فکر نمی کنم چون واقعا کانت این کاری میکنه پرچم عقل رو میگیره ولی میگوید می که محدودیت عقل رو باید بشناسیم قضیه کانت و عقل قضیه حبس و سیره یا بعضی شاید خوششون بیاد من بگم قضیه قبض و بسته در <applause> کاربر... کاربرد نظری عقل محدود میشه واسه همینم عنوان نقد اول از نقد عقل محض در حوزه عملی افقهای عقل فرا گشوده میشه واسه همین عنوان نقد دوم نیست عقل عملی محض بلکه فقط عقل عملی یعنی عقلی که عملی باشه و خودشو محدود به تجربه کنه قابل نقد درست عکس قضیه در, در, کانت عقلی داریم که اه اه در فلسفه محضش محدود و نمیتونه به کنه شیء نفس را پیدا بکنه در فلسفه عملیش عقلی رو داریم که میشکنه سطح تو یعنی عقل دو تا اونجایی که مشغول امر شناختی است باید محدود بشه به خاطر اینکه بدون تعامل با امر تجربی یا امور پسین هیچ راهی به شناخت نمیبره و به همین دلیل بلد. که میگه اثبات وجود و خدا بشه برای اینکه ما نمیتونیم این تجربهش این یک... کنیم این یکی از برهاناش که نباید یادم بره که تجربه هم البته نیازمند به امور پیشین هست در حوزه عملی باز میشه عقل عملی خیلی ساده من به شما بتونم بگم همون منبع آزادی مطلق ماست عقل عملی هیچ چیزی نیست جز انسان از آن حیث که شیء فی نفس است یا موجود نومناله یا متعقله بله. کارش چیه به ما قانون اخلاقی میده و این تنها گزاره ایه از نظر کانت که به جز گزاره های ریاضی این خیلی مهمه که از ما گزار مذارت بخوام ریاضیات رو فرمان تنها گزاره ای از کانت که به شکل مثبت به ما یه آگاهی میده از جهان فی نفسه بله. یعنی کانت میگه که امر مطلق یک گزاره ترکیبی پیشین عملی است یعنی شما بله. یه اطلاع نو به دست میارید که جز این جهان بسا فنومنال یا پدیداری یا حسی یه سویه دیگه از وجود ما هست که زیل قوانین متعین طبیعی نمیتونه بیادش بله. پیش از پایین برنامه از شما قید بپرسم که شما دورنمای خانش کانت در زمینه فکر فلسفه ایرانی رو چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید متنوعتر، تر، و کاملتر خواهد شد؟ بله اجازه بدید دو چیز و دو تا جواب به این سوال بدم اولا بله یک تحولی مشاهده میکنید چرا یکی از منظر نقد عقل محض یکی از منظر نه, 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 نه ببینید یه چیزی میخواستم بعدا اضافه بکنم برد برد. یکیش این است که بله یه تحولاتی پیدا میشه و مخصوصا در اون حوزه تطبیقی که واقعا فلسفه تطبیقی, قول... با... فلسفه تطبیقی که به قول معروف موت هم شده در ایران ما یه تحولاتی دی... میبینیم که به طور جدیتر داره به متون کانت و هم به متون فلاسفه اسلامی اشاره می شود و این امکان میده که مباحث جدیتر ازش در بیاید این هم از یک سو هم برای ما، ما منظورم الان غربی ها جالب میتونه باشه حالا ما این کتاب راجع به کانت در ایران به آلمانی نوشتن؟ حالا میشه میشه سوال کرد خب برای چه کسی میتونه جالب باشه مخصوصا برای یک مثل رضا خب اون که چون ایرانی هست برایش میتونه جالب باشه ولی برای همکارش چرا اون باید بدوند در ایران چطور کانت خوانده میشه کان، چطور کانت میشه میتونه برای موخر یا میتونه برای ایرانشناس یا اسلامشناس جالب باشه ولی چرا برای یک فیلسوف معاصر جالب میتونه باشه خب جواب این است که از طریق فلسفه تطبیقی می توانیم اون گنجینه فلسفه اسلامی بگوشاییم باز کنیم تا از, از, اون گنجینه و از اون منابع هم استفاده بکنیم برای اتفاقا فرایند فلسفیدن در زمان معاصر حالا فرض کنید من الان اگر به جای این کتابی کتابی می‌نوشتم راجع به هایری یزدی و می‌رفتم به یک گروه فلسفه در آلمان گفتم حالا من یک کتاب راجع به هایری دارم حتما به من میگفتن خب به ما چیه؟ هاری کیه خب وقتی بگید کانت در وقتی بگید در ایران یزدی اون وقت اونا اون وقت اتفاقا من این تجربه هم کردم یعنی اونا شروع جدی تر میگیرن جدیتر ب... میگیرن می اتفاقا خب ولی طبیعی هم هست چون کانت رو میشناسن و میگم خب کانت من میشناسم خب چی کار کردن از کانت بعد از این تاریخ مثلا با مولا صدرا هم حالا فرض کنید چیز میشن یعنی ام... آقای موسیبی فکر میکنید کانت چه ظرفیت های قابلیت هایی داره که بتونه در فلسفه قرن 21 می به کار بیاد یه اشاره کردید به اینکه کانت بسیار قابل و هنوز خیلی چیزها در فلسفه کانت هست که محل بحثه ولی اگر بخوایم بگیم که چه زایش هایی ممکنه بر اساس خانش های جدید از کان مثلا آیا میشه خانش علاقمون چیزایی که در مورد زنان گفته خانش فمینیستی داشت از کانت یا میشه خانش های متفاوت دیگه قرن بیستی که چون چنین چیزی هست اگر هست چه ظرفیت هایی در کانت خیلی خلاصه میشه دید برای این کار بذارید من فقط این رو بهتون که نسل اول فمینیست مثل کنون یا اندریا دورکین اونا کانتی هستن مثلا تمام استدلال که علیه صنعت پورنوگرافی استفاده میکنند بر اساس صورتبندی معروف قایت فی نفسه کانت خودشون هم میگن. البته که هست و همین مقصود من که این, این ظرفیت نه در کانت در فیلسوف های بزرگ تاریخ همیشه هست برای من دو چیز مهمه هر داشتم دو تا ملاحظه فرانظریه که من فکر میکنم که کانت شانسش در آینده بالاتر از خیلی فیلسوف های دیگه است در یه جامعه متکثر پلورال فلسفه کانت فکر میکنم که یکی از بالاترین شانس ها رو داره که بتونه به عنوان یه زیرساخت اونجا کار بکنه و کسایی کسی هم هستن که در این زمینه کار کردن شما مثلا جان رالز در حوزه آمریکایی دارید حالا در آلمان دارید مسئله دوم یه چیزی که ما از کانت یاد میگیریم اینه که ببینید شما اولین پاسخ ساده به این پرسش که فلسفه اصطلای یعنی چی؟ فلسفه استعلایی فلسفه در عصر خودش بود کان میگه تمام آه. مکاتب متافیزیکی دوچار اختلاف شدن از این بنبست نمیرن بیرون ما به یه،, یه, یه،, یه،, سطح فرامرتبه نیاز داریم و یه درجه دیگه بالاتر نابودگر نامیدنش یعنی آره، آره، نا، لح له میکنه دوباره میسازه اینا این, آره. این روش شناسی رونده البته فرا در در دیدگاه کانت به یه معنای خاصی بار منفی داره ولی من به ترجمه حاجة... استعلایی رو مید. من به به دارم میگم ولی این فرارفتن من فکر می کنم لب کلام فلسفه کانت شاید با این بتونم تمام بکنم بعد از اینکه نقد اول اومد بیرون در یه نامه به مارکوس هرت که از دوستان نزدیکش خیلی چیزا رو واسه اون تعریف میکرد میگه که نقد اول هیچ چی نیست جز ما بعد و طبیعه ما بعد و طبیعه بله بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر که پایین بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه رضا مصیبی و رومن زایدل پرگار را روزهای شنبه چندین ساعت پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو زودتر ببینید پرگار تلویزیونی پرگار در یوتیوب پادکست یعنی نسخه شنیداری و آرشیو برنامه پرگار رو میتونید در صفحه پرگار در وبسایت سی فارسی بیابید شب و روز بر همه شما خوش